سلام به همه هموطنهای نازنین، خدا کنه هر جای دنیا که هستین خوب و صحتمند باشین و دلتان شاد باشه و دور از نفرت ها باشین. من در اینستاگرامم یک اسمی کوشن مانده بودم و کوشن گفته بودم که درباره موهایم پرسان کنین، به خاطر که گفتم که در ویدیو تمام سوالایی که دارین باز براتان جواب بیدم. خب موی دراز البته که از زمانهای قدیم تا به حال یکی از نمادهای سنتی است که مثلا به زیبایی دختران انتخاب میکردن، اما با توجه به یک زمان هر چقدر پیش رفته باز سبکای زیبایی و مدلایی که رواج پیدا کردن متفاوت شده. بعضی ها موی کوتاه خوش دارن، بعضی ها موی دراز خوش دارن، که همه یا مربوط به سلیقه میشه و مربوط به این نیست که کی زشت هست و کی زیبا. من خودم عاشق موی کوتاه هستم و خود بودم همیشه موهایم کوتاه بود و عکسش براتون میمونم. خب خورد که بودم همیشه موهایم کوتاه بوده، اما مدتی میشه که موهایم کوتاه نکردیم، البته کوتاه کردیم به حساب که باید موخورایش گرفته میشد. چندین سوال از ما پرسان کردیم که او سوالا را برتان حتما امروز میخوام جواب بدم. قبل از او باید برتان بگویم که این ولاگ یک ولاگ کاملا شخصی است و از طرف هیچ برند یا کمپانی شامپو روغن مو یا دیگه اسپانسر نشده و قرار نیست اینجا تبلیغات صورت بگیره که به شکل تجاری به من منفعت داشته باشه، بلکه همون چیزی که خودم استفاده کردم و احساس کردم که به مویای من صحیحیست او را میخواییم براتون معرفی کنم، بخاطر ای که با وجودی که من زیاد براتون گفتم که ای که مویتان چطور حالت بگیره یا چطور دراز شوه و دیگه و دیگه مربوط به ای است که شما چه قسم موی دارین، جنس مویتان چی است و دیگه و دیگه، شرایط زندگیتان، محیط زندگیتان. اما زیاد اصرار بری داشتیم که من شامپوی خود من و وسایل که خودم استفاده کردم براتون بگم و کارهایی که انجام میدم برای که مویایم به این حالتی که هست باشم. و اولین کاری که باید انجام بدین چی است؟ شما اگر میخواین موهای دراز داشته باشین، یعنی موهایتان رو میخواین که بانین دراز شود، اما خب موخوره میفته، یک چیز موخوره یک چیز کاملا طبیعی است. خیلی دلایل مختلفی در موخوره نقش داره. اولین دلیلش آب و هواست، رول خیلی کلان داره که آب منطقه که در زندگی میکنین و موی خودش میشین چه قسم است. بعد از اون نگهداری از موی است که شما موی اوتو میکشین و زیاد میگن چرا موی تا اوتو نمیکشی، به خاطر که آدم باید یک طرف بگیره، یا تو موی دراز میخوای یا موی اوتو کشیده. خب اما اگر که موی خوره و موی افتید باید چی کنید؟ من شاید مدت چهار ماه از وقتی که از ایران آمدیم من موی کوتاه نکردیم، یعنی موی خوریش رو نگرفتیم، که به خاطر این بوده که میخواستم این کار در ویدیو انجام بدم، یا تر باشه یا که صاف اوتو کشیده باشه مویتان هم قیچی کنیم بهتر است، چون که خب یک دست تر میشه. اما من فقط با توجه به این که از ساقی مو مویه من کم میکنم و باز دفعه که مویه من شوشتم باز در حالت که مویم تر است اونا را یک دست رو صاف میکنم، اما فعلا فقط براتون نشان میدم که چی رقم خود مویای من کم میکنم، به خاطر چیکه بعضی اعتقاد دارن که دست یک نفر سبک است یا دست یک نفر گرنگ است، که موی یک نفر مثلا میگه فلانی موی من را قیچی کرد در یک سال مویم نو روند، یا ای که میگه فلانی موی من را قیچی کرد و در یک سال موی من دو چند شد. خب چه قسمی کار میکنم؟ من میگم چون مدت زیاد میشه که موی من کوتاه نکردیم، میخوام که این مقدار از موی من در موخوره بگیرم. موخوره از کجا معلوم میشه؟ وقتی که شما مویتان از حالت، اگر مویتان به شکل یک دست کوتاه کردیم، مویتان رو به نازک شدن میره، دوم مویتان یا همون ساقی مویتان در نهایت رو به نازک شدن میره و اینجاست که شما میفهمین که موی از ناحیه ساقی موی شکننده شده و شکسته.
حجمش کمتر شده. ای طرف همچنان زرتوش کلاس تقریبا 10 تا 15 سانتش هم من میگیرم. من میگیرم به خاطر که خیلی وقت شده که من مویای من کوتاه نکرده ایم. مشکل صافش ایره یک گوشه همه ایمانم که پسان ایره کلن با رو تختیم جمع کنم و بیرون تکام بدم. چه قسم مویت هم میشوری، چه قسم خشک میکنی و چه قسم شانه میکنی. اوکی من از چشم بسپادم هم باش که براتون بودم. من تا زمانی که مویایم قدراز نشده بود برم فرق نمیکرد که از چشم بسپادم میکنم، بخاطر که واقعا برم فرق نمیکردم و هر چیزی که یک شامپوی معمولی ارزان بی استفاده میکردم. فقط تنها کاری که میکردم این بود که از هوام که میبرم آدم مویم که خشک میکردم، مویم میبافتم، رنگ نکرده بودم و همچنان هیچ وقت اتو نمیکشیدم، خیلی کم اتو میکشیدم. اما در زمانی که مویم دراز شد و نگهداریشون مشکل، من دو شامپو را استفاده کردم که برای تو معرفی میکنم. یکی از دو شامپوها هست لوریال، البته بعضی ها لورآل همچنان میگنش، فکر میکنم در فارسی تو گفته میشه که اینی عکسش اینجا میمانه که شما میتونین با توجه به اینکه مویتان چه قسم است و باز شامپوی های مختلف داره و موی خشک چرب و دیگر و دیگر که در موی مشیش، در موی مشیش نمیفهم که در موی شما میشنه یا نه، اما شامپوی بی ضرره است. خب فکر بکنم به من خوب بی ضرره. اما شامپوی که فعلا ازش استفاده میکنم و ازش راضی همچنان هستم، شامپوی اینی شامپوس که از روغن آرگان است، چون من سیلفی میگیرم ای سجاب هم یعنی من عکسش هم اکان میمونم. شامپوی آرگان، روغن آرگان است. کاندیشنرش هم استفاده میکنم یک گام دفعه و ماسک موی و روغن مویم هم از همین برند است. یعنی کلن پکیج خریدم بخاطر که دیدم یک بار در مویم شیشت و باز پکیجش خریدم. بازم مرتان میگم که من از این معرفی که میکنم هیچ سود اقتصادی نمیبرم، اعلان تجاری نیست، ای واقعیت شامپوی است که من استفاده میکنم. شامپو، ماسک مو و روغن مو کاندیشنری است که من ازش استفاده میکنم. فقط میخوام که چون که پرسیدین براتون معرفی کنم که اینی چیزی است که من استفاده میکنم. اما چطور استفاده میکنم؟ خب اول خب مویه تا خوب شامپو میزنی، پاکش میکنی، میشوری شد. من یگان دفعه کاندیشنر میزنم، یگان دفعه از ماسک موی استفاده میکنم. ماسک موی فکر میکنم در ماه یک بار یا نهایتا دو بار استفاده شده بس است، اگر به شکل درست ازش استفاده شد. چه قسم ماسک می استفاده میشه؟ موی تا که شوشتی قف زدی باز قفش کاملا شوشتی و این موی دیگه کاملا فقط موی تر باید ماند بدون هیچ مواد شیمیایی. او اوی که از موی می آید میگیری و یکم خشکش میکنی، دستایت همچنان خشک میکنی و از ماسک موی، از این ماسک موی کد دست خشکت میگیری. چه مقدار؟ مثلا من با این مقدار مویم اینه قدر به هر طرف از مویم میگیرم، میگیری و
بعد از او خوب در ساید مساج میدی در بین انگشتات همچنان و بعد به موهای کش میکنی. توجه شدین؟ خوب در دست ایرا مساج میدی، دستی که خشک باشه و در دست ایرا مساج میدی و بعد در بین مویایت میزنی و بیشترین حجم ماسک موی باید در این قسمت استفاده شده، ریشه موی رو به انتها. در این قسمت بخاطر که بسیار شکننده است، مواد مدنی که از سر، از خود پوست و موی میره بیشتر در این قسمت هست. من بخاطر قسمت های موی اکثرا سالم میباشن، میخوره نمیگیره، شکنندگیش کم است، اما این قسمت ها بخاطر که کمتر مواد مدنی برش میرسن، خب فاصله بیشتری هست، بیشتر شکننده است. و عموما خب ما دخترها کتون میکشیم، میاره بیشتر میکشیم. خیلی این قسم موی هم ماسک موی میذاره، همه اندازه میگیرم و دیگه موی هم همچنان استفاده میکنم. یک مساجش میتونم بعد از یک ده دقیقه اوکشش میکنم، موی تانه که شوشتین. من به شانه کردن موهایم، البته موی تانه تر شانه نکنم، فقط در اون قرار که یک نم خیلی کم در مویتان بمانه. مثلا اینی هایش یک کم احساس کنین که سرد است، وقتی که تر بودنش احساس میشه. بعد از اینکه به این حالت رسید مویتان را شانه کنید. من به موی شانه کردن چی میکنم؟ از این روغن موی استفاده میکنم، از همو برند است، ارگان است، و مقدار 3 دفعه ما ای را کف دستم زدم، در کف دستتان خوبی را مساج بدین، سپس همین تو در ریشی موی ای را بشقید. یک نکته، اینقدر روغن به مویتان نزدین که احساس شود که بعد از اینکه از حمام آمدین همچنان شما مویتان چرب است و ناشسته است. من 3 قطره از این را در هر طرف از مویایم به این حجم و این درازی میزنم و فکر میکنم کفایت میکنه. یکان دفعه 2 قطره به هر طرف میزنم. ببینیم که شانه کردن موی چه قاسان میشه به این حالت. تا جایی که میشه از بالا شانه کنیم، تا جایی که میبینیم استاب میمونیم بلاش و از پایین شروع کنیم شانه. دیگه که من این مو را شاید از 8 سال یا 9 سال شده باشه از این موی، بخاطر که همین مقدار وقت باید شما بگذارین تا مویتان به این اندازه است. موی من در حالت صاف که لشم باشه تا زانوی میرسه. البته در این راستا باید بگویم که یگان تا هستن که موهایشان خود به خود هر چقدر همچنان که نگهداری میکنن بازم دچار شکنندگی، مشکل ریزش شدن، مشکلاتی مثل کمبود ویتامین مهمترینشان است. یعنی اگر شما هر کار میکنین بازم مشکل دارین با موهایتان، حتما یک مواد مدنی در وجودتان کم است. دیگه من اوقدر تحقیقات پزشکی در این باره ندارم که براتون بگویم چی چیزایی به موی خوب است. مقصد مواد مدنی وجودتان باید یک بار تست شود، یک بار تست کنید خود در کلینیک ها و اون مواد مدنی که در وجودتان کم است را تقویه کنیم. اگر ویتامین A از B از C از K از D از هر چیز، یا اگر که روی از آهن است، مس است، هر چیز چیزی که در وجودتان کم است را تقویه کنین، حتما ان شاء الله تاثیر میکنه. اما ای که چه قسم جمعش میکنم، خب براتون یاد میتونم که ایره چه قسم بسته کنیم. فقط اول مویای من کلش جمع میکنم، موی خدا که بسته اینا له مو را به 3 قسمت تقسیم میکنم و میبافم شما، یا در اصطلاح هم چوتی میکنم شما. ببینین هر چیز سر به خود که در اینترنت دیدین در مایتان امتحان نکنین.
مثلا یک دیگه از باورایی که متاسفانه یک چند وقت خفتیده بود و من خیلی ها رو دیدم که این کار کردن و پشیمان شدن این است که اگر پودر لباسشویی را استفاده کنین در موهایتان، موهایتان پرپش میشه. من موی من تا جایی که میشد باف کنم چوتی کردم. در رابطه با اونو گفت که زدم در پودر لباسشویی باید بگم که در طول مدت همچنان ای که مویتان خشک میشه مخبری که او پودر لباسشویی اول جذب میکنه روغنه کل چیز جذب میکنه مویتان به شدت خشک میشه و موی خوره میفته حتی احتمال خیلی زیاد مویتان به ریزش میفته و اگر ریزش داره ریزشش بیشتر میشه برای خاطر هیچ وقت امتحان نکنید. خب این حال موی مچوتی کردم، مچوتی موی خلاص شد. از پشت سر یک دو دانه سیخک استفاده میکنم یا بس محکمش میکنم در جایی که هست. هیچ آیلون پیش روی من نیست رو برای کمره کنم میکنم اکم مشکل است. این را سیخک میکنم شا به گرده امین جایی که میانم بسته کردم. خب اما از ماسک هایی که مردم دوارش گفت میزنن که نمی یکش این همه چی میگن؟ پودر لباس شیز که من براتون گفتم غلط است. از کدامش من استفاده کردم و راضی هستم براتون میگم. من از اوه برنج اوه که برنج در او جوش دادم استفاده کردیم. اوه برنج فقط بگیریم از صافی تیر کنیم که دانه هایش گرفته شده و همچنان یک چند مدت یک ساعت دو ساعت بمانیشه که ذرای چی میگن دانه های برنج بشینه و در رویش فقط اوه مانه. بعد از او اوه که در روی مانده مویتانه در شستشو بدیم. من این کار را کردم و فایده داشت به من. اینجا خود کمتر برنج جور میکنم. در خانه که بودم مادرم جور میکرد همیشه میگفتم که اوه شبانه که من در موی استفاده میکنم. خب این مدل موی است که من در زیر چادر این مدل را استفاده میکنم. حتی در یگان آروسی ها همچنان من این مدل را استفاده میکنم. این مدل موی را جور میکنم وقتی که آسان است و مقبول. و بعد از او در زیر چادر خوب پود میشه. اینه در زیر چادر کاملا پود شد و حتی چادر مقبول هم نگاه کرد. ماسک اوه پیاز، اوه پیاز میگن رشد موی زیاد میکنن. من یک بار استفاده کردم بوی وحشتناکی میگیره که هر چقدر که مشوشتم احساس میکردم که تا یک هفته این بوی در موهای مانده و یک قدر که من بعد از اون شامپو زدم تا موهای من بویش بره فکر میکنم اگه تاثیری اون کرده بود کلش از بین رفت و کلش تخریب شد. میگم من این ماسکا رو استفاده کردم در موهایم که خب براتون گفتم کدامش در موهایم خوب بوده و کدامش کردش جنجال داشتم. شما هم چنان در کامنت نوشته کنیم که به مراقبت از موهایتان چی ماسکا استفاده میکنیم. به هر حال قول براتون داده بودم که من ویدیو رو میگیرم. بازم تاکید میکنم از برندا یا پروداکت هایی که براتون معرفی کردم هیچ کدام اعلان تجاری نیست و این چیز که استفاده کردم در موی خودم شیشته. این که در موی تان میشینه یا نمیشینه شما یک بار امتحان کنین و در همون یک بار امتحان کردن معلوم میشه که در موی تان تاثیرات مثبت گذاشته یا منفی. اگر ویدیو ازش یک چیز رو یاد گرفتین یک لایک کامنت کنین و نظریتتان رو نوشته کنین. ماسکای موی که استفاده میکنین نوشته کنین. خدا یار نگهدار. کانال ما رو سابسکرایب کنین علامه زنگولیشو بزنین. Bye.